معمار چپگرای خانه باغ شمیرانش پای در راهی گذاشت که جز سختی و دربدری و آوارگی و زندان و شکنجه از اون ثمری نبرد. مریم فیروز در سال 1333 از ایران میگریزه با کیانوری که شوهرش بوده. میگریزه و تا رویداد 1357 هم دیگه نتونست به ایران بیاد. ترانه کاروان بعد از فرار مریم از ایران سروده شده و بازتاب رنج شاعری است که بعد از کوچ محبوب خود تا پایان عمر به تنهایی زندگی میکنه و به یاد او ترانه ها و غزل های زیادی سروده. رهی معیری زنده یاد رهی معیری در آبان 1347 بر اثر بیماری سرطان معده در تنهایی درگذشته. البته حالا برگردیم توی استودیو، صحبت از این هستش که در سال 1337 مریم تلاش میکنه یک بار رهی رو به شوروی میکشونه از طریق در حقیقت ارتباطات فرهنگی، اما هیچ مشخص نیست که این دو دلداده اونجا بالاخره تونستن همدیگر رو ملاقات کنن یا نه. بریم با هم ترانه کاروان با صدای استاد بنان و شعر رهی معیری و آهنگی که استاد محجوبی ساخته با هم گوش دل رو فرا بسپاریم. همه شب نانم چونه که غنی دارم که غنی دارم دل و جان بردیم ما نشدی یارم چوبوی گل به کجا رفتی تنها ماندم تنها رفتی آسمان رود دور از یارم خون میبارم فتادم از پا به ناتوانی اسیر عشقم چنان که دانی رهایی از غم نمیتوانی چاره‌ای کن که می‌توانی
گرز دل برام آهی آتش از دلم خیزد چون ستاره از مژگانم عشق آتش. این هم از ترانه کاروان با صدای زنده یاد استاد بنان. مطالبی که گفتم این رو از وبلاگ سرای جمهوری در حقیقت برداشته بودم و براتون خوندم. عرضم به حضورتون به قسمت دوم برنامه طبق معمول بخش مهاجرت رسیدیم. در خدمت دوست بسیار عزیزم جناب آقای اربابی هستیم. عرضم به حضور شما آقای اربابی خیر مقدم میگم خدمتتون، انشاءالله که سلامت باشین. تو این یکی دو هفته که همین یه هفته گذشته خیلی خبرهای مربوط به سفارت کانادا در تهران خیلی سر صدا کرد و در جامعه ایرانی به ویژه اونایی که تو کانادا هستن و اونایی که یه ارتباطاتی با کانادا دارن، بچه‌هاشون اینجا یا پدر و مادر اینجا هستن، مثل یک ترقه و بوم در حقیقت این خبر همه جا صداش پیچید. خواستم استدعا بکنم که ما بحث اصلی امشب رو اگر موافق باشید بذاریم روی اینکه بسته شدن بخش ویزا و بخش مهاجرت سفارت کانادا در تهران چه معنایی داره و چه پیامدهایی داره. بله، از خواهم خدمتون قبل از هر چه سلام میگم خدمت رو بیننده های عزیزمون. در مورد این خبر که در واقع یه شوکه اساسی بود به جامعه ایرانی به دلیل اینکه بخصوص توی این فصل که همه سال ما شاهد هستیم که خیلی از بستگان و آشنایان افراد در واقع در این مقطع به کانادا سفر میکنن به دلیل هوای خوبی که داره، در نتیجه برای خیلی ها واقعا این خبر شوکه آوری بود. البته من یه نکته رو اینجا میخوام یه اشاره بکنم بهش که به دلیل به اصطلاح همزمانی این واقعه با خب بحث تحریم ها و مقابله‌ای که کانادا در حال حاضر علیه دولت ایران پیرامون مسائل هسته‌ای و اینجور چیزها داره در ارتباط با سایر کشورها، خیلی ها این رو رنگ و لعاب سیاسی بهش میدادن و به اصطلاح احساسشون این بود که باز این هم بخشی دیگر از اون به اصطلاح فشارهای سیاسی است. اگرچه خب این احتمال غیر ممکن نیست، اما اگر هم به اصطلاح صورت گرفته باشه در دقیقا خب از پیش برنامه ریزی شده است. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه در همون روز یعنی 3 آوریل که این به اصطلاح بسته شدن اعلام شد، ما شاهد بودیم که این اتفاق در 4 سفارتخانه کانادا هم در سراسر دنیا اتفاق افتاد. بله، بخشای ویزا در ژاپن، آلمان، از کنم خدمتون سریلانکا و مالزی هم به سرنوشت مشابهی دچار شدن. با ایرانشان 5 تا دقیقاً 5 تا کشور به هر حال وضعیت ویزاهاشون به این ترتیب شد و مثلا برای مالزی اعلام کردن که از این به بعد تقاضاها بایستی به سنگاپور بره. در نتیجه این فقط خاص ایران نبوده. این یه نکته. نکته دوم این که در واقع بخش ویزای سفارت کانادا در تهران از الان سالیان متمادی است که مسئولیت زیادی در قبال ویزاهای مهاجرتی نداره و عملا اینها در چهارچوب فقط روادید موقت هم از که عمدتاً هم توریستی بوده، بخشی از روادید موقت میتونه دانشجویی یا ویزای کار هم باشه، عمدتاً در این چهارچوب سفارت کانادا در تهران فعالیت میکرده و البته یه هماهنگی هایی هم در ارتباط با به اصطلاح ویزاهای موقت که حالا من باز به اون اشاره میکنم. یعنی پس این شما حدستون اینه که این مسائل سیاسی نمیتونه تو این قضیه زیاد تاثیرگذار باشه، چون مثلا من میبینم از گوش و کنار میگن که در حقیقت مردمن که دارن تحمل میکنن گرفتاری های سیاسی رو که بین دو کشور ایران و کانادا وجود داره، ضربه هاش رو مردم دارن تحمل میکنن. آیا اینطوری نیست به نظر شما؟ ببینید، من اینو خدمتتون عرض کنم، البته الان مدت های زیاد و مدیدی است که روابط ایران و کانادا در سطح کاردار هست و ما توی هیچ کدوم از دو کشور در واقع سفیر نداریم.
در نتیجه این تنش سیاسی مدت‌های مدیدی است که وجود داره و اخیراً خب تشدید شده. اما دلیلی که من این رو کمتر سیاسی می‌بینم این هست که ببینید وزارت مهاجرت کانادا اعلام نکرده که من سفارت رو می‌بندم، اعلام نکرده که سفارتخونه تعطیل خواهد شد، من تمام در واقع پرسنل دیپلماتم رو از اونجا فرا می‌خوانم. اگر این بود میشد گفت که بله یه واکنش کاملا سیاسی است، اما از اونجایی که در واقع تعطیلی بخش ویزا و همونطوری که عرض کردم بخش ویزای موقت رو در واقع اینها اعلام کردن، در نتیجه میشه گفت که اگر هم در واقع تصمیم سیاسی درش دخیل بوده، خب زیرکانه هماهنگ با سایر برنامه‌هاشون برای بستن اون چهار بخش ویزا در سفارتخانه‌های کانادا صورت گرفته که عملاً کمتر حساسیت سیاسی ایجاد بکنه. من البته این رو هم به صورت شایعه بیشتر، چون جایی رو منبع رسمی واقعا براش پیدا نکردم، با موکلینی که در ایران در تماس بودم در واقع شنیدم که دولت ایران هم اعلام کرده من مقابله به مصر میکنم، که البته برای من یه خورده این واژه مقابله به مصر خنده‌دار به نظر رسید. دقیقاً از این از همین زاویه، به دلیلی که الان در واقع جامعه ایرانی است که به دلیل مسافرت بستگانش دچار مشکل شده. چه تعداد واقعاً در سال کانادایی، کسانی که فقط کانادایی هستن، حالا تابعیت ایران رو در کنارش ندارن، این مسئله قراری نداره. اینه که مناسبات از مدت‌ها قطع هست و در نتیجه این مقابله به مثل عملاً هیچ مقابله به مثل برابری نیست، حتی اگر این شایعه‌ای که عرض کردم درست باشه. حالا در مورد روابط موقت شما خواستید توضیح بدید که این روابط موقت چجوری بوده، چی بوده، چی هست؟ بله، ببینید قبلا از مدت‌ها پیش به این ترتیب بود که به اصطلاح متقاضیان روادید موقت با دعوتنامه‌هایی که در اختیار داشتن و سایر مدارکی که لیستش در اختیارشون قرار می‌گرفت، مدارکشون رو به یک سری در واقع شرکت‌های پستی خصوصی و نه دولتی در ایران بایستی ارائه می‌دادن، یعنی از طریق اون شرکت‌ها این پست می‌شد به سفارت کانادا در تهران، و بعداً بعد از اینکه ویزا صادر میشد اون شرکت پستی باز با فرد متقاضی تماس میگرفت، اعلام میکرد بهش و میگفت که ویزاتون آماده است. یه پروسه دیگه هم به این اضافه شده بود و اینکه اخیراً اعلام کرده بودن که در مرحله اول لزوماً نیازی ندارین پاسپورتاتون هم بفرستید. در نتیجه افراد میتونستن بعد از اینکه سفارت بهشون اعلام کرد پاسپورتاشون رو بفرستن. با توجه به اینکه مصاحبه حضوری وجود نداشته، ببینید تعداد مصاحبه های حضوری دست کم در موارد زیادی که من مطلع هستم شاید بشه گفت تا 90% وجود نداشت این مصاحبه ها، مگر در موارد خیلی محدودی فرد رو دعوتش میکردن. خیلی از مواقع اگر اطلاعاتی ناقص بود از طریق ایمیل یا تلفن بیشتر مواقع در واقع اطلاع میدادن، مصاحبه در واقع به حداقل رسیده بود. و الان در واقع میشه گفت که تنها یا شاید ببینید، حالا میخوام مقایسه کنم با وضعیت قبلی و اتفاقی که الان افتاده، چون حتی این را من خدمت دوستان بگم بد نیست بدونن که حتی اون بحث فیها، اون بحث مبالغ به اصطلاح هزینه های مربوط به بررسی تقاضاشون و درخواست روادید ویزاشون که در واقع قبلا به حساب سفارت کانادا در تهران می ریختن، همچنان این رو سفارت کانادا در ترکیه قبول داره.